ارسال پرتوهای اینترنتی از وسط جنگل با استفاده از یک گیش ماهواره‌ای بسیار بزرگ به اندازه پیتزا از پشت بام تا ماهواره‌ای در فاصله 550 کیلومتری از جو زمین از نظر فناوری و تکنولوژی بسیار شگفت‌انگیز است. عجیب‌تر این است که ماهواره‌های استارلینک با سرعتی باور نکردنی در حدود 27,000 کیلومتر در ساعت حرکت می کنند و داده ها با سرعت صدها مگابایت در ثانیه بین آنها رد و بدل می شوند. و در همین حین دیش و ماهواره به طور مداوم در حال چرخشند و مستقیماً داده ها را هدایت می کنند. علاوه بر این دیش ها هر 4 دقیقه یا بیشتر ماهواره در حال بررسی را تغییر می دهند. زیرا آنها به سرعت از میدان دید دیش‌ها خارج می‌شوند. اگر نمی‌دانید چگونه چنین چیزی ممکن است، با ما بمانید، چون ما به دنبال فناوری‌های کلیدی متعددی هستیم که موجب می‌شود اینترنت ماهواره‌ای به طور جادویی کار کند. ابتدا ما داخل دیش ماهواره را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که چگونه پرتویی از داده تولید شده و به فضا می‌رسد. دوم، خواهیم دید که چگونه این دیش به طور مداوم پرتوها را هدایت می‌کند تا مستقیماً به ماهواره‌ای در حال حرکت در آسمان بفرستند. و سوم، به این می‌پردازیم که دیش و ماهواره دقیقاً چه چیزی را در داخل پرتوها مبادله می‌کنند که باعث می‌شود شما بتوانید همزمان 5 فیلم HD را پخش و یا به نمایش بگذارید. به دلیل ارائه جزئیات این ویدیو بسیار طولانی خواهد. توصیه می‌کنیم ابتدا آن را با سرعت 2.5 ببینید و سپس بار دوم با سرعت 1.5 تا آن را به عنوان یک فناوری کامل درک کنید. خب با ما باشید تا وارد بحث شویم. ابتدا بیایید تفاوت بین یک دیش ماهواره‌ای تلویزیونی مانند این و دیش زمینی استارلینک که ایلون ماسک به اختصار مک فلت فیس یا دیشی نامیده را مشخص کنیم. دیش‌های تلویزیونی از یک بازتابنده مقعر برای متمرکز کردن امواج الکترومغناطیسی و سیگنال‌های تلویزیونی استفاده می‌کنند که از ماهواره‌های در حال چرخش در ارتفاع 35,000 کیلومتری زمین ارسال شده‌اند. دیش‌های تلویزیونی فقط سیگنال‌های تلویزیونی را از فضا دریافت می‌کنند و توانایی ارسال ندارند. با این حال دیشی داده‌های اینترنتی را از ماهواره استارلینک در فاصله 550 کیلومتری زمین هم ارسال و هم دریافت می‌کند. با اینکه ماهواره استارلینک 60 برابر نزدیک‌تر از ماهواره‌های تلویزیونی است، اما هنوز برای ارسال سیگنال به صورت بی سیم فاصله‌ای باور نکردنی می‌باشد. بنابراین پرتوهای بین دیشی و ماهواره استارلینک باید به پرتوهای قوی و محکمی تبدیل شوند که به طور پیوسته زاویه بندی یا به سمت یکدیگر هدایت شوند. این را با سیگنال‌های تلویزیونی مقایسه کنید که از ماهواره‌ای به اندازه یک ون ارسال و سیگنال‌های آن به صورت پروانه‌ای منتشر می‌شوند که زمین‌هایی به بزرگی آمریکای شمالی را پوشش می‌دهند. ماهواره‌های استارلینک با اندازه کوچک باید در مدار پایین زمین قرار بگیرند تا تأخیر 20 میلی ثانیه‌ای داشته باشند. این تأخیر برای اجرای بازی‌های اینترنتی یا جستجو در وب حیاتی است و در نتیجه پوشش این دیش‌ها بسیار کمتر می‌باشد. بنابراین برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای به کل زمین 10,000 یا بیشتر ماهواره استارلینک نیاز است که همگی با سرعت‌های فوق‌العاده سریعی در مدار پایین زمین به دور آن می‌چرخند. حالا بیایید درباره خود دیش‌های استارلینک صحبت کنیم. در گذشته یک جفت موتور و یک کابل اترنت داشتیم که به روتر متصل می‌شد. توجه داشته باشید که این موتورها به طور مداوم به سمت ماهواره استارلینک حرکت نمی کنند. آنها فقط برای تنظیمات اولیه استفاده می شوند تا دیش ها را در جهتی مناسب قرار دهند. با نگاهی به درون دیشی، در ساختار پشتی صفحه آلومینیومی و در طرف دیگر یک برد مدار چاپی یا PCB عظیم می بینید. یک طرف دارای 640 ریز تراشه کوچک و 20 ریز تراشه بزرگتر است که در یک الگوی سازماندهی شده بسیار پیچیده از ریز تراشه های بزرگتر به کوچکتر
همراه با تراشه‌های اضافی از جمله پردازنده اصلی و ماژول جی پی اس در کناره‌های پی سی بی قرار گرفتند. در طرف دیگر شبکه‌ای از مربع‌ها میان دایره‌های مسی 1400 قرار دارد. در لایه بعدی در جلو و پشت آن الگوی لانه زنبوری و لاستیکی با دایره‌های کوچک و شیاردار داریم و سپس لایه رویی دیش را می‌بینیم. خب دقیقاً داریم به چه چیزی نگاه می‌کنیم؟ خب در اصل ما 1280 آنتن داریم که در یک الگوی لانه زنبوری 6 ضلعی چیده شده. پشت هر دایره مسی یک آنتن قرار دارد که توسط ریز تراشه های روی پی سی بی کنترل می شود. این آرایه عظیم مجموعاً آرایه فازی نامیده می شود و امواج الکترومغناطیسی را می فرستد و دریافت می کند و زاویه آن به سمت یک ماهواره استارلینک در فاصله 550 کیلومتری است. بیایید کمی جلوتر برویم و ببینیم یک آنتن چگونه کار می کند. در اینجا ما یک جفت آنتن متصل به هم داریم که از 6 لایه تشکیل شده است و بیشتر آنها در داخل پی سی بی قرار دارند. به نظر می رسد بسیار متفاوت تر و البته پیچیده تر از آنتن رادیوهای قدیمی است. بنابراین بیایید آن را ساده تر کنید. ما فعلا چند لایه را حذف می کنیم تا مروری بر اصول اولیه و نحوه تولید امواج الکترومغناطیسی در این آنتن ها داشته باشیم. برای شروع در پایین یک منبع تغذیه خط انتقال میکرو استریپ داریم که از یکی از ریز تراشه های کوچک می آید. ریز تراشه های کوچک این منبع تغذیه خط انتقال فقط یک سیم پی سی بی مسی است که به زیر و پشت آنتن خط می شود. ما یک ولتاژ 12 گیگاهرتزی با فرکانس بالا یا سیگنالی را به سیم تغذیه کننده می فرستیم که به صورت سینوسی بالا و پایین می رود و هر 83 پیکو ثانیه یک بار 12 میلیارد بار در ثانیه از مثبت به منفی رفته و دوباره به مثبت یا همان ولتاژ 12 گیگاهرتز برمی گردد. این نکته حائز اهمیت است که برق فرکانس بالا با جریان مستقیم یا برق فرکانس پایین خانگی 50 یا 60 هرتزی متفاوت است. به عنوان مثال، در بالای سیم تغذیه کننده مسی یک دایره مسی داریم که شیارهایی در آن ایجاد شده که به آن وصله آنتن میگویند. با جریان مستقیم یا جریان متناوب با فرکانس پایین اتفاق زیادی نمیافتد زیرا اتصالها ایزوله هستند. اما با یک سیگنال فرکانس بالا برق ارسالی به سیستم تغذیه دو برابر شده یا به محل اتصالها ارسال میشود. دقیقاً چگونه این اتفاق می افتد؟ خب، همانطور که قبلاً ذکر شد، یک سیگنال 12 گیگاهرتزی به سیم تغذیه مسی اعمال می شود. هنگامی که ولتاژ در کمترین میزان نمودار سینوسی یا دره آن قرار دارد، دسته ای از الکترون ها به سمت انتهای سیم تغذیه حرکت می کنند و ناحیه ای با بار منفی ایجاد می کنند که با حد اکثر ولتاژ منفی مطابقت دارد. این تجمع الکترون‌ها در نوک سیم همه ی الکترون‌ها از جمله الکترون‌های بالای اتصال را دفع می‌کند و در نتیجه این الکترون‌ها به سمت دیگری از اتصال دایره‌ای رانده می‌شوند. بنابراین یک طرف دارای بار مثبت و طرف دیگر دارای بار منفی می‌شود. در نتیجه بین اتصالات و سیم تغذیه میدان الکتریکی ایجاد می‌شود. با این حال وقتی 42 پیکو ثانیه بعد ولتاژ سیم تغذیه مسی را معکوس می کنیم، تجمع بارهای مثبت یا کمبود الکترون در انتهای سیم موجب حرکت الکترون ها به طرف دیگر شده و ولتاژ و جهت میدان الکتریکی نیز تغییر می کند. از آنجایی که ولتاژ سیم تغذیه زیاد و کم می شود، بین یک قله و دره نمودار سینوسی به مدت 42 پیکو ثانیه نوسان می کند. همچنین به دنبال آن میدان الکتریکی نیز با جریان الکترون ها یا خود جریان نوسان پیدا می کند. اگر نوسان را قطع کنیم می توانیم برخی از این بردارهای میدان الکتریکی را از محل اتصال به صورت عمودی ببینیم و چون برابر و مخالف هم هستند حذف می شود. با این حال میدان الکتریکی دیگر در همان صفحه افقی هستند و میدان‌های حاشیه‌ای نامیده می‌شوند.
این میدان‌های حاشیه‌ای همجهت هستند و به یکدیگر اضافه می‌شوند و در نتیجه یک میدان الکتریکی ترکیبی یک جهته را نشان می‌دهند. در همان زمان با جریان الکترون‌ها از یک سمت به سمت دیگر، جریان الکتریکی میدان مغناطیسی با قدرت و جهت‌داری را به صورت عمود بر بردار میدان الکتریکی ایجاد می‌کند. در نتیجه یک میدان الکتریکی یک طرفه و یک میدان مغناطیسی عمود بر آن داریم. کمی جلوتر برویم تا جایی که ولتاژ سیم تغذیه مثبت شود، یعنی 42 پیکوثانیه بعد، زمانی که در قله نمودار سینوسی هستیم. غلظت بار یا ولتاژ و همچنین جریان همگی تغییر می کنند و میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در جهت مخالف هم قرار می گیرند. این دو میدان در همه جهات گسترده می شوند و با ایجاد این میدانهای نوسانی یک موج الکترومغناطیسی تولید کرده ایم که در جهت عمود بر بردار میدان الکتریکی و مغناطیسی حرکت می کند. از آنجایی که بردارهای میدانی همه در یک بعد صفحه نیستند و شکلی منحنی دارند، موج الکترومغناطیسی منتشر شده به صورت لایه‌هایی در حال انبساط یا بادکنک مانندی به سمت بیرون حرکت می‌کنند. دقیقاً به شکل یک لامپ آویزان شده از سقف. حالا تصویر را ساده‌تر کنیم تا فقط قله و دره‌ها یا بالا و پایین هر موج را ببینیم و توجه داشته باشیم که دره‌ها فقط برداری در جهت مخالف هستند. علاوه بر این، نقاط قوت بردارهای میدان مستقیماً مربوط به ولتاژ و سیگنال ارسالی ما به سیم تغذیه میکرواستریپ مسی است. یعنی اگر بخواهیم میدانهای الکتریکی و مغناطیسی را قوی تر کنیم، فقط باید ولتاژ ارسالی به سیم تغذیه را افزایش دهیم. مانند میزان برق یک لامپ کم نور است. هرچقدر انرژی برق بیشتر باشد، لامپ روشن‌تر است. تا کنون در مورد آنتن‌های متصل به هم به عنوان ارسال کننده ی سیگنال صحبت کردیم. با این حال، این آنتن‌ها می‌توانند دریافت کننده ی سیگنال هم باشند. در این ریزتراشه که ماژول جلویی نامیده می‌شود، آنتن را از ارسال کننده به دریافت کننده تغییر می‌دهیم و سیگنال 12 گیگاهرتزی را نیز خاموش می‌کنیم. هنگامی که یک موج الکترومغناطیسی از ماهواره به سمت دیشی هدایت می شود، میدان الکتریکی این سیگنال ورودی بر الکترون‌های لایه مسی تأثیر می گذارد و در نتیجه یک جریان نوسانی را از الکترون‌ها ایجاد می کند. سیگنال فرکانس بالا دریافت شده و سپس به سیم تغذیه و از آنجا به تراشه ماژول جلویی ارسال می شود تا سیگنال را تقویت کند. بنابراین این آنتن‌ها می‌توانند هم برای ارسال و هم برای دریافت امواج الکترومغناطیسی استفاده شوند، اما نه در یک زمان. به دو نکته باید توجه کنیم. اول، همانطور که قبلاً دیدیم، این آنتن دارای لایه‌های بسیاری هستند و پیچیده‌تر از آن هستند که ما بحث می‌کردیم. برای مثال، در اینجا دو قطعه دایره‌ای داریم. از پایین آن برای ارسال سیگنال 13 گیگاهرتزی و از بالای آن برای دریافت سیگنال 11 ممیز 7 گیگاهرتزی استفاده می کنند. علاوه بر این، دو قسمت اچمانند و دو سیم تغذیه برای پشتیبانی از قطبی شدن میدانها، یک صفحه بازتابنده در پشت و همچنین چندین ویژگی برای جداسازی عملکرد یک آنتن از آنتنهای مجاور وجود دارد. نکته دوم این است که امواج الکترومغناطیسی با فرکانس‌های مختلفی از هزاران منبع مختلف وجود دارد که از هر نقطه روی زمین عبور می‌کنند. مانند نور مرئی خورشید، امواج رادیویی ارسالی از رادیوها یا برج‌های سلولی، سیگنال‌های تلویزیونی از ماهواره‌ها یا برج‌ها. بنابراین برای جلوگیری از دریافت سایر فرکانس‌های امواج الکترومغناطیسی، این مجموعه آنتن‌ها با ابعاد بسیار دقیقی طراحی شده‌اند، طوری که فقط محدوده بسیار باریکی از فرکانس‌ها را دریافت و ارسال می‌کنند و تمام فرکانس‌های دیگر خارج از این محدوده اساساً توسط خود آنتن‌ها نادیده گرفته می‌شوند. بحث را ادامه می دهیم تا ببینیم چگونه می توان یک آنتن را با سایر آنتن‌ها ترکیب کرد تا پرتوی را برای رسیدن به فضای بیرون از جو تقویت کند. این تک آنتن تنها 1 سانتی متر یا بیشتر قطر دارد
و استفاده از آن مانند روشن و خاموش کردن یک لامپ و دیدن آن از ایستگاه فضایی بین‌المللی است. تنها نیاز به یافتن راهی داریم که نور این لامپ را چند هزار برابر روشن‌تر و سپس تمام امواج الکترومغناطیسی را در یک پرتوی قدرتمند متمرکز کنیم. وارد صفحه مدار مک‌فلت فیس می شویم که عرض آن 55 سانتی‌متر است و در مجموع دارای 1280 آنتن یکسان به شکل 6 ضلعی می باشد. تکنیک ترکیب توان تمام آنتن‌ها را شکل دهی پرتو یا بیم فورمینگ می گویند. خب این کار چگونه انجام می شود؟ بیایید ابتدا ببینیم چه اتفاقی می افتد وقتی دو آنتن ساده با فاصله کمی از هم قرار می گیرند. همانطور که قبلاً گفته شد، هر آنتن یک موج الکترومغناطیسی تولید می کند که به شکل منحنی به سمت بیرون منتشر می شود. در هر نقطه از فضا تنها یک بردار میدان الکتریکی قوی و دارای جهت وجود دارد. بنابراین بردارهای میدان الکتریکی نوسانی دو آنتن در تمام نقاط فضا با هم ترکیب می شوند. در برخی مناطق میدانهای الکتریکی آنتنها در قله‌هایی که روی هم افتاده هم جهت شده و به وسیله پدیده تداخل سازنده با یکدیگر یکی می شوند. در مکانهای دیگر یک قله و یک فرورفتگی مخالف یکدیگر هستند. بنابراین با ایجاد پدیده تداخل ویرانگر خونسا می شوند. اکنون می توانیم ببینیم که محدوده‌ای که آنها به طور سازنده با هم یکی می شوند بسیار فشرده تر یا متمرکز تر از یک آنتن مستقل است. وقتی آنتن‌های بیشتری اضافه می کنیم، ناحیه‌ای که تداخل سازنده شکل گرفته در چیزی به نام پرتوی اصلی بیشتر متمرکز می شود. با اضافه کردن 1280 آنتن به یکدیگر می توانیم پرتوی با شدت و جهت بیشتری شکل دهیم که بتواند به خارج جو برسد. اکنون ممکن است فکر کنید که قدرت یک آنتن که 1280 بار تکرار شده است منجر به 1280 برابر شدن قدرت آن می شود. اما اشتباه می کنید. توان و برد مؤثر پرتوی اصلی مجموع این آنتن‌ها در واقع نزدیک به 3500 برابر یک آنتن است. توضیح سریع این موضوع این گونه است که با داشتن الگوهای تداخل سازنده و ویرانگر انگار یک آنتن را گرفته ایم، آن را 1280 بار تکرار کردیم و سپس یک دسته کامل آینه را دور آن قرار دادیم و یک سوراخ برای خروج پرتوی اصلی باقی گذاشته ایم. توضیح طولانی آن به حجم زیادی محاسبات ریاضی و فیزیک نیاز دارد. پس بیایید از این بگذریم. دیش مک‌فلت فیس و ماهواره استارلینک بدون شک علم و مهندسی نسبتاً پیچیده‌ای درون خود دارند و باید دانشجوی چند رشته باشید تا کامل درکش کنید. برای دستیابی به این درک، فهم فناوری‌های امروزی و تبدیل شدن به یک مهندس و کارآفرینی مانند ایلان ماسک باید در زمینه‌های گسترده‌ای در علم و مهندسی مهارت داشته باشید. حالا بیایید بررسی این موضوع را ادامه بدهیم تا چگونگی گذر یک پرتوی قدرتمند در آسمان را درک کنیم و بفهمیم چگونه این پرتو را مملو از صدها مگابایت داده می‌کنیم. برای یادآوری در اینجا آرایه‌ای از 1280 آنتن داریم که همه را با همان سیگنال 12 گیگاهرتزی تغذیه کردیم تا یک پرتوی لیزر مانند در جهت عمود بر دیشی ایجاد کنیم. با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، باید بتوانیم این پرتو را به گونه‌ای تنظیم کنیم که مستقیماً به سمت ماهواره استارلینکی برود که با سرعت 27000 کیلومتر در ساعت در حرکت است. استفاده از موتورها امکان پذیر نیست، زیرا در عرض یک ماه خراب می شوند و دقت کافی ندارند. بنابراین تنها راه حل استفاده از آرایه فازی و هدایت پرتوست. بیایید به مثال دو آنتن خودمان بازگردیم. تا قبل از این ما سیگنال یکسانی را به دو آنتن می دادیم و آنتنها با یکدیگر در یک فاز قرار می گرفتند. درک کامل فاز بسیار مهم است. خیلی سریع بگویم، تغییر میزان توان ارسالی به آنتن‌ها موجب تغییر ارتفاع یا دامنه سیگنال خواهد شد. در نتیجه سیگنال قوی تر یا ضعیف تر می شود. فرکانس به تعداد قله و دره یا طول موج در یک ثانیه اطلاق می شود و تغییر فاز
به معنای جابجایی سیگنال به چپ یا راست است. تغییر فاز تنها بین 0 تا 359 درجه اندازه گیری می شود. زیرا اگر سیگنال را 360 درجه یا یک طول موج کامل جابجا کنیم، دقیقاً به همان ابتدای کار برمی گردیم. مثل اینکه در یک دایره حرکت کنیم. به عنوان مثال، در اینجا سیگنال هایی به ترتیب با تغییر فاز 45، 180 و 315 درجه‌ای وجود دارند. چشمان شما نمی توانند در نور مرئی تفاوت تغییر فازها را ببینند. با این حال، مدارهایی با تکنولوژی بالا مانند آنچه در داخل دیشی وجود دارد در تشخیص و کار با تغییر فاز واقعا خوب است. چگونه از تغییر فاز برای زاویه دادن به پرتو استفاده کنیم و آن را مستقیماً به سمت ماهواره بفرستیم؟ راه حل این است که سیگنال ارسال شده به یک آنتن نسبت به آنتن دیگر تغییر فاز بدهد و در نتیجه زمان قله ها و دره های ساطع شده از یک آنتن با دیگری متفاوت باشد. این قله ها و دره ها به سمت خارج منتشر می شوند و اکنون محل تداخل سازنده با تداخل ویرانگر در هر جای دیگر به سمت چپ زاویه دارد. اگر دوباره فاز آنتن ها را تغییر دهیم، ناحیه تداخل سازنده به سمت راست برمی گردد. بنابراین با تغییر مداوم فاز سیگنال های ارسالی به آنتن ها می توانیم یک ناحیه فراگیر از تداخل سازنده ایجاد کنیم. 6 آنتن دیگر می‌آوریم تا تصویر را ساده‌تر کنیم و از هر موج فقط بخشی از قله‌ها را ببینیم. دور از آنتن‌ها امواج به هم می‌پیوندند تا جبهه‌ای از امواج را به نام موج تخت تشکیل دهند. مانند امواج دریا که به یک خط ساحلی برخورد می‌کنند. همانطور که گفتیم، با تغییر مداوم زمان انتشار هر قله موج توسط هر آنتن می توانیم زاویه تشکیل جبهه موج را تغییر دهیم و اساساً پرتو را به یک یا جهت‌های دیگر هدایت کنیم. اگر آنتن‌های بیشتری را در یک آرایه دو بعدی به کار بگیریم، اکنون می توانیم در یک میدان دید پرتو را با زاویه 100 درجه به هر جهتی هدایت کنیم. برمیگردیم به 1280 آنتن موجود در دیشی. برای دانستن زاویه دقیق پرتویی که باید هدایت یا ارسال شود، از مختصات جی پی اس دیشی موجود در این تراشه و موقعیت مداری ماهواره استارلینک استفاده می‌کنیم که نرم افزار دیشی آن را می‌شناسد. این نرم افزار به طور دقیق زوایای سه‌بعدی و تغییر فاز مورد نیاز را برای هر یک از آنتن‌ها محاسبه می‌کند. نتایج تغییر فاز سپس به 20 تراشه بزرگتر به نام بیم فورمر فرستاده می شود و هر کدام با 32 تراشه کوچکتر به نام ماژول های جلویی هماهنگ می شوند و دو آنتن را کنترل می کنند. هر چند میکروثانیه این محاسبات مجدداً تکرار شده و به همه ی ریز تراشه ها منتشر می شوند تا پرتو را کاملاً به سمت ماهواره نشانه گیری کنند. در نتیجه پرتو را می توان در هر نقطه از میدان دید به میزان 100 درجه هدایت کرد. چند نکته را باید سریع یادآوری کنم. اول، پرتوی اصلی که به آن لوب اصلی نیز می گویند به این شکل است. با این حال، تداخل سازنده و ویرانگر کامل نیستند. در نتیجه لوب های جانبی با قدرت کمتری نیز وجود دارند. سوم، مک فلت فیس یک آرایه فازی دارد، اما در ماهواره استارلینک در واقع 4 آنتن آرایه فازی وجود دارد. 2 تا برای ارتباط با دیشی و 2 تا برای ارتباط با ایستگاه‌های زمینی جهت انتقال ترافیک اینترنت. و 4، آرایه فازی‌ها در بسیاری از برنامه‌ها مانند هواپیماهای تجاری نیز استفاده می‌شوند تا امکان دسترسی به اینترنت را در اواسط پرواز هم فراهم کنند. پس در این ویدیو به طور نامحسوس طرز کار اینترنت حین پرواز را نیز توضیح دادیم. قبل از بررسی نحوه ارسال واقعی داده ها می خواهیم اشاره کنیم که این ویدیو حاصل 1 ماه تحقیق، بارها بازنگری متن، 2 ماه مدل سازی و انیمیشن سازی می باشد. سومین موضوعی که قصد داریم به آن بپردازیم چگونگی ارسال اطلاعات بین دیشی و ماهواره استارلینک است. به عنوان مثال، ما در مورد امواج الکترومغناطیسی سینوسی شکل با فرکانس بالا صحبت کردیم، اما این امواج هیچ شباهتی با امواج دوتایی و برنامه تلویزیونی مورد علاقه شما ندارد. خب،
پس چه اتفاقی میافتد؟ خب، دیشی و ماهواره سیگنالی را به این شکل ارسال میکنند. با این حال، آنها دامنه و فاز سیگنال ارسالی را تغییر میدهند. سپس باینری های 6 بایتی را به هر ترکیب مختلف جایگشت دامنه و فاز اختصاص میدهند یا کد گذاری میکنند. با این 6 بایت 64 مقدار مختلف به وجود میآید. بنابراین ما به 64 جایگشت مختلف دامنه و فاز نیاز داریم. اما به جای فهرست کردن همه ی جایگشت ها، با مرتب کردن 64 مقدار مختلف در نموداری به نام صورت فلکی به راحتی به جواب میرسیم. بیایید به نقطه 011101 نگاه کنیم و از مبدأ تا این نقطه خط بکشیم. فاصله از مبدأ را دامنه سیگنال و زاویه از محور مثبت X را فاز می نامند. شبیه به استفاده از مختصات قطبی است. بنابراین، برای اینکه دیشی این 6 بایت را ارسال کند، سیگنالی با دامنه 59 درصدی و تغییر فازی 121 درجه ای ارسال می کند. سپس، اگر مقدار بعدی ارسال شده از نقطه 101.30 باشد، دامنه سیگنال یا روشنایی به 87 درصد و تغییر فاز به 305 درجه تغییر می کند. پس از آن مقدار بعدی را دوباره با دامنه و تغییر فاز متفاوتی ارسال می کند. پس از آن مقدار بعدی را دوباره با دامنه و تغییر فازی متفاوت ارسال می کند. هر یک از این گروه بندی های 6 بایتی نماد نامیده می شوند و هر نماد تا قبل از ارسال نماد بعدی فقط 10 نانو ثانیه یا بیشتر دوام می آورد. با این حال بسیاری از مواقع سیگنالی را می‌بینید که به این شکل شکسته می‌شود، زیرا فرکانس سیگنال فقط یک بار در هر 83 پیکو ثانیه 12 گیگاهرتز است و از آنجایی که یک نماد 10 نانو ثانیه عمر می‌کند، داشتن حدود 120 طول موج قبل از ارسال نماد بعدی بسیار مناسب است. از آنجایی که ما به ترتیب با واحدهای پیکو و نانو ثانیه سر و کار داریم، به این معنی است که می توانیم 90 میلیون نماد یا گروه 6 بایتی را جای دهیم که در نتیجه 540 میلیون بایت در ثانیه تولید می شود. توجه داشته باشید که این انتقال داده بین دانلود و آپلود به اشتراک گذاشته می شود. از آنجایی که این آنتن خاص نمیتواند همزمان داده ها را ارسال و دریافت کند، از هر ثانیه حدود 74 میلی ثانیه صرف ارسال داده ها از دیشی به ماهواره استارلینک و 926 میلی ثانیه صرف ارسال داده ها از ماهواره به دیشی می شود و به منظور کاهش تأخیر به جای گروه بندی این شکاف های زمانی همه ی آنها در طول یک ثانیه پخش می شود. تکنیک ارسال 6 بایتی ها با استفاده از تغییرات مختلف دامنه و فاز 64 QAM یا مدولاسیون دامنه تربیعی نامیده می شود و پیچیده تر از آن چیزی است که ما در مورد آن بحث کردیم، اما اجازه دهید از بحث منحرف نشویم. اکنون که جریانی از میلیون ها نماد 6 بایتی داریم که صدها مگابایت داده در ثانیه تولید می کنند، به منظور تبدیل آن به برنامه تلویزیونی مورد علاقه شما از کودک ویدیویی پیشرفته یا فرمت H.264 استفاده می کنیم. قبل از اتمام کار اجازه دهید دو چیز را روشن کنیم. اول، تقریبا هیچ چیز در این ویدیو مقیاس بندی نشده است. اینجا مقیاس صحیح دیشی و ماهواره استارلینک مشخص است. با این حال دیشی 550 کیلومتر فاصله دارد که ما نمیتوانیم به درستی آن را نشان دهیم. در مقایسه امواج الکترومغناطیسی ساطع شده تنها حدود 2.5 سانتی متر از هم فاصله دارد. بنابراین بین دیشی و ماهواره حدود 22 میلیون طول موج وجود دارد که بسیار بیشتر از طول موجهایی است که در اینجا می‌بینید. علاوه بر این، در این انیمیشن طول موجها را آرام نشان می‌دهیم که در مسیر خود بالا و پایین می‌روند، در حالی که در واقعیت تنها حدود 2 میلی ثانیه طول می‌کشد تا یک موج الکترومغناطیسی ساطع شده از دیشی یا ماهواره استارلینک به دیگری برسد. توضیح دوم این است که ما به طور نامتناسبی نشان دادیم که دیشی امواج الکترومغناطیسی را ساطع و آنها را به ماهواره می‌فرستد. در واقع دیش ماهواره‌ای بیشتر در حالت دریافت قرار دارد.
مراحل و فیزیک دریافت موج الکترومغناطیسی مشابه مکانیسم ارسال می باشد، اما فقط برعکسش است. این تقریبا مربوط به نحوه ارسال داده های استارلینک و دیشی به هم دیگر است.